بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار شهدا و راستگویان، با سلام و درود به پیشگاه حضرت ولی عصر روحی فدا و درود به روان مقدس شهدای اسلام و انقلاب، شهدای دفاع مقدس، حرم، امنیت و شهدای خدمت. درود به روح پرفتوح امام راحل و با آرزوی سلامتی و طول عمر برای مقام معظم رهبری و با عرض سلام و سپاس به محضر یکایک مردم شریف و نجیب ایران، ریاست محترم مجلس، اعضای محترم هیئت رئیسه، رؤسا و اعضای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همه نمایندگان محترم، حضار گرامی و اصحاب رسانه و خبرنگاران زحمتکش و بردبار، خداوند بزرگ را شاکرم که به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران و در پرتو رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و توجه دولت محترم و همراهی تک تک نمایندگان مردم در خانه ملت، امروز عرصه فعالیت مبتنی بر شایستگی و مسئولیت پذیری فراهم آمده. از حسن اعتماد و عنایت رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان که با پایبندی به شعار اصلی انتخاباتی خود بر اساس نظر کارشناسی کارگروه‌های مشورتی به این جانب اعتماد نمود و بار دیگر اعتماد ویژه خود به توانمندی بانوان سرزمین اسلامی من را به منصه ظهور رساند. سپاسگزارم آقای رئیس جمهور. لازم می‌دانم از همکاران عزیز و خدوم خودم در بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی، خصوصاً در بخش حمل و نقل جاده‌ای، هوایی، ریلی و همچنین دریایی که در این ایام به صورت شبانه روزی مشغول تسهیل سفر زوار گرانقدر مولا و سیدمان ابا عبدالله الحسین هستند، کمال سپاس و تشکر را داشته باشم. میدانم که یکایک این عزیزان چشم به دعای خیر صاحب زیارت اربعین دارند و انشاءالله شامل دعای خیر حضرتش نیز خواهند شد. اجازه بدهید برخلاف سنت مرسوم که همواره با نقد یک طرفه عمل کرده و با نقد یک طرف عمل کرده گذشتگان شروع می شود، این بار باور رفتاری و حرفه‌ای خیش را ابراز نموده و از همین نقطه آغاز بحث کنم. باور دارم که تمام دولت‌های پیشین در ادوار مختلف زحمات و تلاش‌های ارزشمند و قابل ارائه‌ای داشتند. اگر میانگین و برآیند وضعیت حمل و نقل در کشور و نیز شرایط استقرار جمعیت، سکونت و فعالیت در فضای سرزمینی ایران و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران را به طور منصفانه مرور کنیم، به هیچ وجه نمی‌توانیم منکر زحمات و تلاش‌های شبان و روزی مجموعه ساختارها و عملیات‌های درگیر این موضوع باشیم. به همین دلیل است که به کرات اعلام کرده‌ام تعهد به مردم، تعهد نظام جمهوری اسلامی به ولی نعمتان آن است و هر فردی سکان مسئولیت‌ها را به دست می‌گیرد، وظیفه انجام این تعهدها را به سریع‌ترین، صحیح‌ترین، بهترین و قانونمندترین شکل ممکن بر عهده دارد. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حمل و نقل، مسکن و شهرسازی با بیش از 15% از تولید ناخالص داخلی و 20% از اشتغال به عنوان یکی از مهمترین پیشران‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید و هم پیوندی قدرتمندی با دیگر بخش‌ها دارد. امروزه بیشتر صاحب نظران و اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی رشد و توسعه همه جانبه کشورها را مشروط به توسعه صنعت حمل و نقل می‌دانند. این صنعت در 4 بخش ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی حیات بخش اقتصاد و محرک توسعه کشور و فراهم کننده زمینه رفاه و تأمین مایحتاج زندگی مردم و همچنین دروازه ورود و خروج کالاهای صادراتی و وارداتی است.
راهبری، سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه حوزه حمل و نقل ضرورت ایجاد هماهنگی با دیگر دستگاهان در نقطه نظرات شما بزرگواران بود. این تعامل با دیگر دستگاه ها بسیار اهمیت داره و عوامل مؤثر در توسعه این صنعت نقش و جایگاه مهم وزارت راه و شهرسازی را برجسته می نماید. از طرف دیگر مدیریت و ساماندهی برنامه تولید و عرضه مسکن در پاسخ به دغدغه های اصلی خانوارهای فاقد مسکن به ویژه جوانان و اقشار کم درآمد، ساماندهی بازار اجاره بها، موضوع بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و سکونتگاه های غیر رسمی از پیش به اهمیت و جایگاه وزارت راه و شهرسازی به عنوان بزرگترین وزارتخانه زیربنایی و زیرساختی اشاره دارد. بنابر تنوع و گستردگی نوع خدمات وزارت مطبوع چه در حوزه حمل و نقل و چه در حوزه مسکن، بر این باورم که ایجاد معاونتی یا تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی با ایجاد ساختار اقتصادی و یقیناً لازم است و این ساختار اقتصادی پشتیبان تمام پروژه‌های حمل و نقل و مسکن خواهد بود، از مولدسازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی گرفته تا تعامل ویژه با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی. برادران و خواهران عزیز، وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه اصلی سیاست‌گذار در حوزه حمل و نقل با برنامه‌ریزی مناسب و اعمال مدیریت یکپارچه در این موضوع توجه خود را به سه بخش اصلی زیرساخت حمل و نقل، ناوگان و ارتقاء ترانزیت معطوف می‌دارد. بنابراین یکی از اولویت‌های اصلی برنامه کاری این جانب توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در توسعه شبکه‌های ریلی، آزادراهی، بزرگراهی، راه‌های اصلی و فرعی و روستایی در کشور، البته متناسب با ظرفیت بار و مسافر در هر محور، با عطف توجه خاص به مسیرهای شریانی و ترانزیتی و کریدورها در پهنه سرزمین و اتصال آنها به بنادر و شبکه راه‌های کشورهای همسایه، با هدف بازیابی تاریخی حمل و نقل بین المللی از سرزمین ایران عزیزمان است. به غیر از نقطه نظری که در خصوص ساختار اقتصادی در وزارت راه و شهرسازی داشتم و این نکته به مراتب امید بخش است برای تأمین بودجه، از طرف دیگر خوشبختانه با تدبیر عالی مقام معظم رهبری مدظله العالی که ناشی از اشراف کامل معظم الله بر ابعاد مختلف موضوع حمل و نقل می باشد، کمک بی‌نظیری برای تأمین منابع مالی ابر پروژه‌های حمل و نقل صورت گرفته که انشاءالله با تعامل حد اکثری دولت و مجلس در جهت استفاده کامل و فوری این ظرفیت فوق‌العاده ایجاد شده شاهد تحول چشمگیر خواهیم بود. در این خصوص تکمیل حلقه‌های مفقوده اصلی شبکه‌های حمل و نقل ترانزیتی، تکمیل شبکه ریلی کریدور شمال جنوب شرق، تکمیل شبکه ریلی شمال جنوب مرکز، تکمیل شبکه ریلی شرقی غربی، اتصال بندر بوشهر، پایتخت انرژی کشور اصلویه و سایر استان‌های برنامه‌ریزی شده، برقی کردن قطارها و قطار سریع و سیر و دالانهای راه بردی ریلی و دریایی، ایجاد زمینه های اتصال چشمه بار مراکز بزرگ صنعتی و معدنی به شبکه ریلی از طریق مشارکت با بخش خصوصی از جمله اقدامات مهم است. در بخش زیرساختی و فرودگاهی افزایش ظرفیت فرودگاه های اقتصادی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ارتقاء کمی و کیفی فرودگاه ها، کاهش مناطق پرواز ممنوع و محدودیت های پروازی بازطراحی شبکه پروازی کشور از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای افزایش پروازهای عبوری از کشور و اقتصادی نمودن پروازهای داخلی به کار گرفت. تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی، بزرگراهی، راه‌های اصلی و فرعی به عنوان استخوان‌بندی اصلی شبکه جاده‌ای کشور در راستای
برای توسعه اقتصادی و پاسخگویی به حمل و نقل فعلی کشور یکی از ضرورت‌های مورد نظر و اولویت‌های کاری این جانب و همکارانم میباشد. توسعه شبکه آزادراهی کشور از طریق مشارکت بخش خصوصی و برقراری مشوق‌های جدید و جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران، تکمیل شبکه بزرگراهی و رفع گلوگاه‌های باقی مانده در این شبکه‌ها، توجه به راه‌های منتهی به مرزهای کشور و محورهای ساحلی جهت افزایش ظرفیت حمل و نقل ترانزیتی و تبادل بار و مسافر با کشورهای همسایه. یکی از مهمترین مسائلی که در کمیسیون‌های مختلف با گوش جان شنیدم مشکل راه‌های روستایی بود. اولویت مهم دیگر در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل توجه به توسعه و تکمیل شبکه راه‌های روستایی کشور است. راه‌های روستایی علاوه بر اهمیت حمل و نقل منطقه‌ای و اقتصادی، دارای اهمیت ویژه اجتماعی و عدالت محوری نیز می‌باشند. ضمن احیاء مجدد ردیف مستقل ملی طرح مسکون و پیشبینی اعتبارات کافی برای آن، لازم است شرایط بهره برداری از راه‌های مناسب برای روستاها و مناطق کم برخوردار و محورهای پرجمعیت را فراهم نماییم، که این مهم نیست جز با حمایت و همراهی مؤثر شما نمایندگان محترم میسر نخواهد شد. موضوع مهم دیگری که در بخش حمل و نقل با آن مواجه هستیم، مقوله نگهداری زیرساخت هاست که البته خوشبختانه راهکارهای حل این معضل با انجام مطالعات کارشناسی طراحی گردیده که البته و تحقق آنها با همکاری تمام قد و توأم دولت و مجلس میسر خواهد شد. استفاده از همه ظرفیت های تولید منابع غیر بودجه‌ای نظیر برون سپاری حد اکثری از طریق طرح‌های تجاری پایدار برای پروژه های دارای توجیه اقتصادی، ارائه مشوق های کافی برای ترغیب سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های دارای قابلیت خودکفایی و جذب سرمایه‌های غیر دولتی، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها، استفاده از تسهیلات بانکی کم بهره از جمله این راه‌هاست. و اما ایمنی، یکی از اصلی‌ترین محورهای برنامه این جانب که در کمیسیون‌ها هم خدمت شما بزرگواران ارائه کردم، بحث ارتقای ایمنی در بخش حمل و نقل به خصوص در حمل و نقل جاده‌ای برای کاهش تصادفات و تلفات در این حوزه بوده که با اولویت بندی ضمن شناسایی عوامل ایجاد این حوادث، چه عواملی که مربوط به جاده هاست و چه ضعف در علائم راه ها، طبق برنامه مشخص نسبت رفع نقاط پرحادثه و ایمن سازی راه های پرترافیک اقدام خواهیم کرد. ابا دارم که به ارقام و اعداد فوتی ها و معلولین سالیانه و مقایسه آن با سالهای جنگ اشاره کنم که حتی وجود یک نفر فوتی باید برای همه ما منجر به تأمل شود. با عنایت به مفاد برنامه هفتم پیشرفت، رویکرد این وزارتخانه برای کاهش تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در انطباق با اهداف برنامه، کاهش سالانه 10% تلفات جاده است. این مقوله را با تمام وجود شخصا دنبال خواهم کرد و در این راه همت عزیزان خدوم در نیروی انتظامی، پلیس راهور، شرکت‌های خودروساز، صدا و سیما، هلال احمر و دیگر دستگاه‌های زیرق و به ویژه شما نمایندگان محترم را مغتنم می‌دانم. یکی از مهمترین عوامل پایین بودن بهره‌وری و از طرف دیگر عامل بروز حوادث در حوزه حمل و نقل، فرسودگی ناوگان شقوق مختلف حمل و نقلی است که علی‌رغم اقدامات صورت گرفته هنوز به میانگین سن ناوگان مطابق استانداردهای جهانی دست نیافته ایم. میبایست با کمک مجلس محترم موانع و گره‌های نوسازی را از طریق حمایت از تولید داخل با استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و جامعه نخبگانی، البته توأمان خرید و واردات انواع ناوگان خصوصا در بخش‌های هوایی، جاده‌ای، ریلی را با قید فوریت حل نماییم. جهت رفع چالش تامین مالی واردات ناوگان از کمک‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی نیست با نظر مجلس استفاده خواهیم کرد. یکی از مهمترین آثار
ابزار سیاست‌گذاری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل علاوه بر دستیابی بهره‌وری حد اکثری موضوع ارتقاء وضعیت ترانزیت می باشد. از شاخصهای اصلی توسعه اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت توسعه ترانزیت به منظور حصول آن می‌بایست توجه ویژه‌ای به توسعه و تکمیل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با رویکرد استفاده حداکثری از موقعیت بی‌نظیر ژئوپلیتیک سرزمینمان داشت. این موضوع به صورت خاص برای در برنامه این جانب ارائه گردیده و شایان ذکر است در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم، موضوع ترانزیت در اولویت اول با کشورهای همسایه، سپس با کشورهای خاور دور، اروپا و آفریقا با کمک دستگاه دیپلماسی کشور ارتباط لازم شکل گیرد که در این راستا وفق ماده 57 تشکیل ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور محترم و دبیری وزارت راه و شهرسازی بسیار اثر بخش خواهد بود. همچنین نقش مؤثر انجمنها و تشکلهای صنفی، شرکتها و کنشگران بخش حمل و نقل و دستاندرکاران این بخش در همراهی با دولت برای انجام اقدامات بنیادین بسیار مهم بوده و در بهبود این پیوند همراهی و اتخاذ تصمیمات مشترک و اثرگذار قطعا برای بهبود این موضوع با جدیت تلاش خواهیم کرد. موضوع بسیار مهم دیگر بحث راهبردی اقتصاد دریامحور با رشد 16% است که به صورت ویژه در سیاست‌های راهبردی ابلاغی مقام معظم رهبری متظله العالی مورد عنایت و تاکید قرار گرفته. سوق دادن بنادر به سوی بنادر نسل سوم، سه بندر و ارتقاء سطح دسترسی به پسکرانه‌های مناسب حمل و نقلی و البته توجه ویژه به اقتصاد گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های ویژه این حوزه در سواحل بسیار اثر بخش است. برادران و خواهران گرامی، بخش مسکن و شهرسازی بر اساس اصل‌های 1243 و 31 قانون اساسی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن، خصوصا برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، تکالیف مهمی برای بخش مسکن به عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده و این جانب به عنوان وزیر پیشنهادی خود را ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین مذکور دانسته و انشاءالله با همراهی و حمایت شما نمایندگان شریف و مجموعه متخصصان که دغدغه‌مند هستند، سازندگان، انجمنهای صنفی و صنعتی در صنعتی سازی مسکن، جامعه فرهیخته شهرسازان و معماران کشور گامی مهم در جهت تحقق خواسته به حق مردم که همانا بهره‌مندی از مسکن آسایش بخش، امن و مناسب شأن و حامی حریم خانواده ایرانی اسلامی است بردارند. مهمترین برنامه‌های اجرایی تکمیل باقی مانده مساکن مهر و پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن مطابق تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم، تأمین زمین مناسب جهت واگذاری به اقشار کم درآمد، محرومین، زوج‌های جوان و ایثارگران، روستاییان، کارگران با استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون از طریق الحاق اراضی، ظرفیت شهرهای جدید، شهرک‌های مسکونی و اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی با تأکید ویژه بر سیاست‌های افزایش جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و الگوی ایرانی اسلامی. میخوام در پرانتزی موضوع رو عرض کنم. در خصوص آمار و ارقام‌هایی که مربوط به الحاق اراضی که یکی از شقوق تأمین اراضی برای قانون جهش تولید و برنامه هفتم در بازه زمانی مسئولیت این جانب به گواه مصوبات شورای عالی که در روزنامه رسمی کشور ثبت و ضبط میشه، تک تک این مصوبات قابل بررسی و رصده، بیش از 30,000 هکتار الحاق به محدوده وفق قانون جهش تولید در جای جای این سرزمین انجام گرفته.
امروزه بخش عمده‌ای از اراضی تخصیص یافته به متقاضیان کشور در قالب طرح نهضت ملی مسکن برگرفته از این الحاقات است. و یک نکته بسیار مهم، وجب این اراضی الحاق شده در کمیته‌های فنی و تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته که مشکلات بعدی رو از نظر زیرساخت نداشته باشند. توجه ویژه به استقرار جمعیت در سواحل جنوبی وفق منویات مقام معذب رهبری طبق تفسره یک ماده 50 مبنی بر افزایش سرزمینی سکونتگاه ها در کشور، حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن با استفاده از تمامی ظرفیت های بالقوه و بالفعل بخش های مختلف کشور با بهره گیری از فناوری های نوین و صنعتی سازی مسکن 15% در قانون اشاره شده، تنوع بخشی به روش های تأمین مالی، از طریق فعالسازی بانک مسکن، ایجاد رونق اقتصادی در بخش مسکن با تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تأمین زمین برای مسکن کارگران، کارکنان شریف کارخانجات و صنایع، مسکن کارکنان نیروهای مسلح، طلاب، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، هنرمندان، زنان سرپرست خانوار، جوانان عزیز کشور و سایر متقاضیان مؤثر واجد ارزش، تدوین سازوکار اجاره‌داری حرفه‌ای بر اساس ظرفیت‌های قانونی با حمایت از تشکیل و ساماندهی بازار اجاره مسکن توسط نهادهایی مانند شهرداری و سازمان‌های حمایتی و مؤسسات خیریه. نمایندگان محترم، به خوبی می‌دانم که یکی از دغدغه‌های اصلی شما که در کمیسیون‌ها هم مطرح شد مسئله بافت فرسوده سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌نشینی است. شتاب بخشی به نوسازی ابنیه ناپایدار با اجرای بسته‌های تشویقی و جلب مشارکت مردم، متخصصین، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، معماران و شهرسازان و فناوران ساختمان و سازمان‌های مردم نهاد در اولویت است. توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان و تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی محلات هدف در قالب یک برنامه جامع با همکاری تمام دستگاه‌های عضو ستاد بازآفرینی، بخش‌های حمایتی و حاکمیتی و بهره‌گیری از نقش بی‌بدیل گروه‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد بسیار اهمیت دارد. به منظور توسعه عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، توجه به احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً زوج‌های جوان ساکن در روستا در جهت ماندگاری جمعیت و زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها در اولویت اقدامات است که در این زمینه توسعه متوازن روستاها با زیست معیشت محور و پایدار اتفاق خواهد افتاد. و اما کلام آخر، در کمیسیون‌های مختلف دغدغه‌های شما بزرگواران را با گوش جان شنیدم. با اعداد و ارقام خدمتتون عرض می‌کنم، 90% مشکلاتی که شما بیان می‌کردین مربوط به راه‌های روستایی بود، 85% مشکلاتی که شما مطرح می‌کردین مربوط به چالش مسکن بود. قطعاً و یقیناً من فرزانه صادق، فرزند این نظام و دغدغه‌مند مردم این سرزمین، مکلفم که قوانین بالادستی را به بهترین نحو اجرا کنم. واگذاری زمین یکی از اصولی است که در قانون جهش تولید و در قانون برنامه هفتم نسبت بهش اشاره شده، اما من به عنوان کسی که دغدغه این مردم رو دارم، زن خانه‌داری که پیش رادیوش الان بازه و داره صدای منو میشنوه، راننده تاکسی که داره صدای منو میشنوه، راننده کامیون و ناوگان حمل و نقل جاده‌ای که داره صدای منو میشنوه، قول میدم که اگر زمینی قرار است واگذار شود که واگذار هم میشود، مشکل زیرساخت نداشته باشد، زیرساختش حتما اجرا شده باشه، در جهت اجرای زیرساختش باشم، مشکلی که زمین رو من واگذار کنم آب و برق و مدرسه
مدرسه و جاده و فضای سبز رو نداشته باشه، من به شأن مردم توهین کردم. تمام تلاش خودم رو میکنم که اگر قرار است معماری ایرانی اسلامی که هویت من و تمام مردم ایران است، شأن خانواده درش رعایت بشه. من یکی از افتخاراتی که الان منجر شده بعد از 23 سال از این پله ها بیام بالا صحبتامو بکنم و از پله های دیگه خارج بشم، صداقتم، تخصصم، شفافیتم و مبارزه با رانت و سوداگری بوده. قطعاً کسی که به شما معرفی شده شفاف بدون لکمت و با صدای بلند میگم، نه متعلق به حس، شخص، فرد، گروه، به هیچ کدوم از اینا وابسته نیستم، چون اگر وامدار کسی بودم باید به سهم‌خواهی هاشم جواب میدادم در این 23 سال. قطعاً از این به بعد هم همینطور خواهد بود. قطعاً در حوزه راه هم رانت وجود داره. در حوزه زمین بله قبول دارم بیشترین رانت در حوزه زمین وجود داره، ولی در حوزه راه هم همینطوره. شفافیت و نوع عمل و اقدام در این وزارتخانه بسیار راهبردی و کلیدیه. من از شما نمایندگان مجلس که با گوش جان تمام دغدغه های شما رو شنیدم، عاجزانه درخواست میکنم برای امیدواری مردمی که همیشه و همیشه جلوتر از ما دولتی ها و شما مجلسی ها بودن، همیشه و همیشه با نجابت های ما ایستادن، همیشه و همیشه پشتیبان این نظام بودن، قلبشون برای این نظام میتویده، هرچند که رنجور بودند و هستند، از شما عاجزانه میخوام که کمک کنین. من جز با تعامل با شما، جز با مشارکتی که چه در ذهنی، فکری و اقدامات عملیاتی که از همین مجلس مایل باعث خیر و برکت خواهد شد، قطعا موفق نخواهیم شد. من نماینده مردمی میشم که تک تکشون به شما رأی دادن. شما اگر مخالفت کردید یا موافقت کردید، هر دو طرف دغدغه این نظام رو داشتین، دغدغه پاسخگویی به مردم کشورمون رو داشتین. من اینو درک میکنم. اتفاقا مخالفت مخالفین برای من بسیار درس بیشتری داره. اگر مخالفین با حرارت بالا نسبت به مخالفت بیان میکنن موضوعاتی رو، نشان از دغدغه اونها داره. من اینو درک میکنم و خواهش میکنم قطعا و یقینا باید به من کمک بکنین. من جز با تعامل شما نمیشه که برای مردم قدم برداشت. در آخر یکی از نمایندگان محترم در یکی از کمیسیون های تخصصی یه جمله ای رو به من گفت که من دیگه از اون به بعد در پایان همه صحبتام در کمیسیون تخصصی اینو عرض میکنم و این رو واقعا سر لوحه کارام قرار میدم. صادق بودم، صادق هستم و صادق خواهم ماند. والعافیت لأهل التقوى والیقین. خیلی ممنون، متشکرم.